بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بیننده های خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و وطن‌دارای ما که در 98.5 امیل از صدای ما را به گونه زنده شنونده هستین، صبحتان بخیر باشه. سلام هم برتان برسه. امیدوار هستم که تا این لحظه از خواب بیدار شده باشید. کسایی که استراحت هستن دیگه کوشش کنین بخیزید بخیر. که چی میگن؟ یکم تا میگه باش مسای کنم که می هفته و زردی کده، یعنی او مردم از زردی تیر شده. یک رقم هفته است که هیچ پرسان نکنین، هفته و بسیار تیز دمی گل صبح. کوشش کنین کمی وقت‌تر بخیزین، از امو هوای یک رقم خنوکک میگیره آدم، از صبح وقت لذت ببرین بعد از ادای نماز صبح و ای که مثلا بعض شگوفه های بهاری را بو کردنش و امو اکسیژن بسیار پاک و صاف شه، تماشا کردنش و خب به هر صورت این طرف و طرف شه یک بگردین و خوب لذت ببرین. به هر صورتش تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صبح زندگی هستین. به اولین گزارش ما به گونه زنده خوش آمدین. ما به مکرویان سوم شهر کابل هستم. خب به هر صورتش نام خدا همگی به سر کاروبار خدا آمدن، کراچیکای خدا آوردن، مالکای خود را چیندن، بعضی کسا که میخواید پاک بکنه ترکاری ها را پاک میکنه و همی قسم چیز را که من اینجا دیدم تو زمینی بود بیشتر واقعا دلم زیاد رفت. گفتم باز در جریان گزارش یک دانه میخورم که شما ببینین همی دلک شما ماو شوه که باز امروز بیاین از امیل آلای ما بخرین. صبح بخیر. سلام علیکم جانک جور است؟ بخیر استی؟ این تده پالی ما کمکی طرف استاد چو کردیم آدمی هفته باشه مقبول معلوم شیم کم دگامی طرف چطور استی؟ شکر فضل خدا بود. نام چی است؟ محمد نعیم هستم. نعیم جان چطور است امی توت زمینی از کجا میه؟ این توتا تو پشاور هستن. از پشاور میه؟ بله. خب از پشاور میه ایجا در مارکت؟ بله مارکت. چند آوردی؟ این رو واقعیت بگویم دیگه سهر پا آوردیم. سهره؟ بله کیلو شن. کیلوه ما گفتم سهر سهر پا می کمی حالا بخرم یک دو سهر. کیلو سهر آوردیم خب خسارات زیاد دارد به حساب 1.5 تمام میشه. خشته گنده و چیزا داره دیش. خب یعنی چی میگن تلفات داره؟ تلفات داره بله. حتی نیست که مستقیم کلش یک رقم باشه خوبش باشه. بله بله. خب توت زمینی بازی را سیب زمینی هم میگن نه؟ بله. مردم های همسایه بله بله بله. کشور همسایه ای دیگه نعیم جان پاک هست؟ یا دیگه فیلان یک دو او شتیمش بله ها. یک دو او ششتی شد؟ دو او ششتی میشه که قبل خوردن از خودتو نه دیگه بخاطر که یک او بشه در خانه باید یک دو او بشه. خیمه نمی خورم دیگه. نوش جانه دلم او میشه که بخورم خونتا. نوش جانه دان، نوش جانه دان بخورم. این جواب نیست که یک بشه مکدانه را بخوریم ها؟ والا هوا هوا یک توت زمینی زده چی کنیم دیگه؟ حالا ما خو بیازو خو ما زیر گپ هستیم که میگن تو در این دیگه کمی اگه او کشکش کنیم صحیح است نعیم جان نیست؟ بله آه؟ ای دیگه میگم باش که را بخورم با سر چیز سر توت زمینی وطنی خودم هم باز گپای می داشته باشید نه؟ بله که او خیلی گپا داره. بله خوب است، مزهش نسبتا خوب است. نعیم جان همی ما از وطنی ما خورده بودم نسبت به این وطنی ما مزهش زیاد است. وطنی تا حال فعلا سال فعلا پخته نشده و ان شاء الله که یک نیم بعد پخته میشه به حساب یک نیم ما بعد یعنی از تو زمینی کشور خودمان دیگه میای ها. بله خب یک نیم ما بعد دیگه فقط بعد از ماه مبارک رمضان. بله بله. حالا خیر کسایی که شوقی تو زمینی هستن از زمین از استفاده کنن. بله بله. کم خمارشان میده شه. بله بله بله. یک رقم دلاو نمونه. بله بله. بسیار تشکر. حالا کیلوی صدر پس دیگه. حالا فعلا 150 رو پس تا. 150. بله. خب بعد تو چیز میمونه. شکر است میمونه. یک روزه که خوب باشه برات. بسیار تشکر نعیم جان. بسیار تشکر. همکارتون اگه اشتباه دارن نوش نکنن. قربانت بسیار تشکر. یک دانه خوردیم حلال باشه نعیم جان. بخیر باشید. خب کراچی کیله و در پالیش تخم مرغ ترکاری باب
بیاییم که بریم به طرف امی کراچی تخمه مرغ که حالا پرسان بکنیم که کمک دیگه گرمی شده میره که مچم میخرن نمیخرن. صبح بخیر. قربانت نام چیست؟ اسم گلزار. گلزار بسیار پخش گپ نمیزنی؟ همون تا عادتم شده. بخیر باشی. یک رقم بشی ما گپ زدی. کسی که تخم مفروشه هر روز که تخم بخوره تخم هم خو میفهمی که برای رشد برای اعصاب برای چی و چی و همی آدم هم میگن در صبحانه در چای صبح هم تو خوب چی میگن قوی میسازه. کاش تو ماوری همیشه وقت یک دکتر باشه مورا بگه بخوری تو دکتر پیدا نمیشه. نه حالا من خود دکتر نیستم ما از دکتر ها شنیدیم. بسیار خوب است گپ خوب است. قربانت. چطوره بازار تخم؟ شکر است خوب است. میشه چیزه؟ خوب است شکر است روز میچلا. خب بخیر باشی. این تخم از پاکستانی است؟ این تخم پاکستانی است جناب. پاکستانی. از وطنی خود ما کدام چیزی هست طرف طرف؟ وطنی خود ما هست اینجا است. از لوگر است. خب تخم است از لوگر آوردیم. این از لوگر آوردی؟ جناب. این دیگه از امو وطنی های فارمی است یا وطنی که از مرغ میگیرن است؟ خب وطنی فارمی است. وطنی خانگی خود ما پیدا میشه کسی هست از نجرا بر ما میاره. خب بازو قیمت است. او دانه 16 افغانی تمام میشه. اوه اوه او. دانه 16 را په اونو که کسایی که تخم داره در خانه تخم داره در خانه میگم مرغ داره در خانه باز تخمش میگیره. بله مگه اون 16 را باز دیگه اورخ کسه نخواد بخره دیگه میخره. میخره؟ من خود نمیتونم. مام نمیتونم. من خودم تخم مفروشم. من نمیتونم. اون تو کسی که ضرورت داره او را برش پیدا میکنه. خب اینی از لوگر که میای وطنی فارمی ای چند است؟ ای دانش ده افغانی است. دانه در پا؟ ده. خب ای بازم خوب است. ای خوب است. ای میشه نه؟ یک چاره میشه. یک چاره میشه. باز اینی که از دیگه ای دانه چند میه؟ ای دانش برای ما میه ششونیم افغانی. ما مفروشیم افر پا. امیرم یگان یگان ناخرابات ها 8 روپای نمیره سودا میکنه اگه اون دوکاندار رو که ذره کتا 7 روپا ما فروشیم باز اگر بستش ها بخرن بستش ها 200 مفروشیم یک 5 روپا 6 روپا فایده میکنه یک بسته ازیجا بخیر باشی. ما خواستم سر تخم گپ بزنم امرای خودت بخاطر از اینکه آل هوا گرم شده میره شاید دیگه استفاده تخم کمتر شوه. استفاده تخم کمتر میشه اما بازی در یخچال نگهداری میشه. اما تو چیز یخچال ها هست در مارکت که بعد 2000-3000 کرید جای میشه. بازی در یخچال خود از هم در موتر یخچالی میه من تا استفادهش کم میشه. سودای ما کم میشه. ما هم در خنوب زیافتر میشه حالا کم میشه. بخیر باشی. یک چیز پیشتر در تخم وطنی از خانوالا که میاره اصلی وطنی 16 رو گفتی اگه 16 رو باشه باید 3 دانه زردی داشته باشه. نه یک دانه دارم مزی زیافت ها خوب تره. بخیر باشی. زنده باشی. امی دمیزمستان خوب کیف تخم کت مردم والا قیمت بود کمه قیمت بود بسیار قیمت بود. خب یک خیر امیدوار هستم که ارزان شوه. حال از این بعد گرمی شد ارزان هم میشه دیگه. والا دیگه از این که نخواد ارزان نشد. نه خب با حساب دلار سودا میشه قیمت است. زنده باشی. نقص اونمون طرف هست من رفتم خدا فرست. بخیر باشی. زنده باشی. بخیر باشی. بسیار تشکر. خب بیاییم که ما هم بریم آهسته آهسته به طرف استیدیوی صبح و زندگی. تشکر از شما که بینده گزارش ما بگونه زنده است این امیل از شبکه آریانا آریانا نیوز و رادیو آریانا. گپی است که ما به امی بازاره که مکریان سیوم هستم نام خدا همگی بسیار به شکل عادی به سر کار بارش آمده هیچ گپ نیست بیخی خیر و خیریتی است و امی ترکاری باب به هر محیط منطقه یک زیبایی و یک مقبولی میده و پیاده رو به اون منطقه که است. این طرح وقتی این چیزها را آدم در گل صبح میبینه مثل کرم و بانجان و مرچ دلمه و کدوگک و همه قسم تا او طرف دل آدم یک رقم همون تو زنده میشه و این همی جاست که باز دلت میشه که با چاشت یکان چیزکای همون تو حوثانه پخته بکنیم. آدم کیف میکنم. حالا اگرم تا که در چای صبح است باز زیادتر کش میکنه از چیزهای تون تیز استفاده کنه. ولی بعضی کس ها دوست داره که از لبنیات استفاده بکنه. شخص خودم بیشتر دوست دارم که
غذایی که تند و تیز می باشه استفاده بکنیم و در پهلوی از این او غذای تند و تیز خوردی باز یک چاش طرف یک فایده طرف چاشت میشه که نان چاش تا ساعت 1:30 دو بجه میخوری باز یک چیزه که دیگه. خب به هر صورت همی نفسم شیرین است هر قدر که بیتیش نه نمیگه. به هر صورتش بیایم که بریم به طرف استودیو ادامه برنامه را با همکارانم دنبال بکنین. منتظر گزارش دومی همچنان باش.